سلام به شما فرزندان خداوند. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه در این جایگاه وایستادم و کلام خداوند رو ارائه می کنم. خدا شکر برای حضور خداوند در قلب تک تک شما عزیزان. به حضور خداوند میریم. مرسی خداوند که هستی، مرسی خداوند که برکت دهنده هستی خداوند، امروزم دهان منتون مس کن. که گوینده کلام تو باشم، از خودم چیزی نداشته باشم. ای روح القدس، باران تو به باران. ای بادهای اربعه از چهار سمت این زمین، روح رو بدمید بر کلیسا. و بر این کلیسا باشه خداوند جسم ما از روح تو پر بشه و کلیسای ما از روح تو چون در روح تو حیات در نام ایسا آمین خدا رو شکر برای کلام زندگی خداوند که همیشه با ماست خیلی خوشحالم که شما رو میبینم امروز خیلی هیجان زده هستم برای اینکه کلام خداوند رو میخوام به اون امانت داری که به من داده ارائه کنم اون طوری که خداوند میخواد ارائه کنم قبل از اینکه وارد موعظه بشیم دوست داشتم چند مورد رو بگم این کلیسا و خادمینش و دستندرکارانش تمام رو میکنن که یک کلیسای پویا باشه و طبق هدایت روح خداوند باشه از خودمون چیزی نگیم کلیسا فقط یک چهارچوب فیزیکی نیست ما جمع ایمانداران کلیسا رو تشکیل میدیم و ما همیشه سعیمون کردیم که کلام خداوند رو به صورت عملی پرکتیکال توی این کلیسا اعلام بکنیم چون کلامی که بهش عمل نشه و عملی نشه اون قدرت رو نداره شاید خیلی از جاها مخصوصا ما که تو امریکا هستیم کلامو میگن ولی فقط میگن آیا عملی میشه یا نه خدا رو شکر برای تمام خادمین ولی اون چیزی که در نظر ماست که کلام خداوند عملی انجام بشه کاربردی انجام بشه اگر عملی انجام نشه هیچ قدرتی نداره پس به خودم و به شما توصیه میکنم کلام خداوند رو علاوه بر اینکه میخونیم بذاریم اون قضای روح ما باشه و اونو عمل بکنیم تو زندگی ما موقعی که عمل میکنیم اجرایی میشه عمل نکنیم اجرایی نمیشه امروز پیرو به سلسل موعضایی که داره میشه امروزم میخوام به یک جنبه ای از کلام خدا اشاره کنم که عملیاتی باید بشه نه حرفی شاید خیلی جاها به صورت روتین کلام خوب بدونن ولی آیا عمل میشه یا نه خب امروز میخوام در این باره صحبت کنم که میدونیم که خداوند ما رو شبیه خودش موافق خودش و به شکل خودش خلق کرد بارها اینو گفتم به اجازه بدید بازم به این دوتا آیه استناد بکنیم در پیدایش پیدایش باب یک آیه 26 چون این بیس بیس این پیامی که داریم میدیم که اصلا چرا باید پرکتیکال باشه چرا باید عملی باشه آیا خدا گفته آیا خدا نگفته خداوند ما رو شبیه خودش خلق کرد در پیدایش یک بیست و میخونیم که و خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم چرا؟ تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و باهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند و باب دو آیه هفت اینطوری میگه خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روی حیات دمید و آدم نفس زنده شده چرا این آیات رو خوندم برای اینکه بدونیم که خداوند ما رو شبیه خودش خلق کرده به شباهت خودش به صورت خودش و موافق خودش چرا ما رو این شکلی خلق خلق کرده برای اینکه تصویری از خدا بر روی زمین باشیم تصویری از خدا بر روی زمین باشیم که تصویر خدا رو نشون بدیم و این خواست خداوند بود البته میدونیم که ما رو از خاک زمین بسرشت و در ما روی حیات دمید ما رو بسرشت بعدم به این کلمه بسرشت میرسیم بسرشت به چه معنیه پس خداوند ما را خاک زمین بسرش و در ما روح حیات و دمید تا ما نفس زنده شدیم ولی این انسان تازه موجود شده تازه خلق شده که خداوند اختیار آزاد براش گذاشته بود که از تمام اون امکانات استفاده کنه از تمام اون باغ بخوره و چون خداوند عادله شاید این موضوعات رو چند بار شنیدید ولی باید اینو بگم چون خداوند عادله ما رو با اختیار آزاد خلق کرد که آیا بتونیم انتخاب بکنیم و انسان متاسفانه انتخاب اشتباهی کرد و از اون میوه درخت ممنوعه خورد و بعد دید از حضور خداوند لخت و لخت و خالیه و خودخواسته از خدا جدا شد یادتونه گفتیم شبیه خداوند و به شکل خداوند خلق خلق شده بود بر... که چیکار بکنه صورت خدای زنده رو در, در... روی زمین نشون بده یه... یه صورتی از خدا نشون بده و چون انتخاب اشتباه کرد و گناه آمد در ذاتش دیگه نمیتونست صورت خدا رو در روی زمین نشون بده چون درش گناه وارد شده بود. گناه وارد شده بود. ولی خداوند انسان گناهکار رو رها نکرد. یادتونه در پیدایش خوندیم که خودش رفت دنبال انسان هی hey, انسان کجایی؟ کجایی؟ و چون خداوند میخواست فرزندانش رو جمع کنه قومش رو جمع کنه ما این موضوع رو خیلی جالبه که در قوم اسرائیل میبینیم ما در قوم و داستانی که درباره قوم اسرائیل میخونه و خیلی واضحه میبینیم که هی خدا میره دنبال آدمش هی خدا میره دنبال قومش هی خدا میره محافظت محافظت میکنه از قومش قوم اسرائیل و به یک نحوی هم چون ما قوم خداوند شدیم ما به قوم به نحوی قوم اسرائیل هستیم خب، چرا خداوند قوم اسرائیل رو انتخاب کرد برای اینکه در اون زمان تنها قوم یکتا پرست بود خداوند قوم اسرائیل رو انتخاب میکنه و اون موقع کاملا در قوم اسرائیل عهد بخونیم که خداوند دنبال فرزندان گم شده شه خداوند دنبال فرزندان گم شده شه میخواد قومش رو دوباره جمع کنه میخواد همه رو ملحق کنه پس به یک نحوی ما در کتاب و مقدس قوم خدا رو به قوم اسرائیل میشناسیم مثلا تو عهد به روایت دیگه هر کی به خداوند ایمان داره رجوع کرده به خداوند قوم خداونده پس اگر روایتی داریم میخونیم از کتاب مقدس منظور قوم خداست خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که ما رو جزو قوم خودش خودش کرده خوب در حقیقت روایت قوم اسرائیل روایت فرزندان خداست یک نحوی داره روایت فرزندان خدا رو میکنه که ازش دور شدن گم شدن به هر طریقی متفرق شدن و خداوند وعده های زیادی داده در کتاب مقدس که قوم خودشو و گوسفندان مرتع خودشو یعنی همون قوم خودشو نگاه دوباره بر میگردونه با در نظر گرفتن اینکه شاید قوم خدا انحرافاتی داشتند مخصوصا در قوم اسرائیل در کتاب مقدس که میخونیم کشف فهمی هایی بود انحرافایی بود سرکشی هایی بود ولی هنوز خداوند به دنبال قومش بود چون ارزش داشت ما ارزشمندیم برای خداوند دیگه نگفت حالا ولش کن رفت دیگه رفت حالا ولش کن الان میخوایم سری بزنیم به وعده خداوند که در کتاب مقدس بارها گفته توبه کنید برگردید بیایید به سمت من من شما رو پیدا میکنم ببینیم از کتاب مقدس بخونیم تا بیشتر بدونیم هزقیال چهارده شش هزقیال چهارده شش خواهش میکنم میدونم که تمام حواستون جمع به معایزه است ولی خوب گوش کنید چون پیامی بسیار بزرگ داره هم برای ما هم برای قوم ما هم برای قوم ما هزقیال چهارده شش بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین میفرماید توبه کنید و از بوتهای خود بازگشت نمایید و روی های خیش را از همه رجاسات خود برگردانید و همون حزقیال باب هجده آیه سی به یک نحوه دیگه داره میگه هجده سی بنابراین خداوند یهوه میگوید ای خاندان اسرائیل من بر هر یک از شما موافق رفتارش داوری خواهم نمود پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید تا گناه موجب حلاکت شما نشود امروز چند تا آیه از عهد عتیق خوندن میخوام بریم عهد جدیدم بخونیم پس بریم متا ببینیم عیسی مسیح داره چی میگه درباره بازگشت قوم خداوند متا باب سه آیه دو متا باب سه آیه دو اینطوری میگه خیلی آیه کوتاست ولی خیلی قوی توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است میبینید که خداوند هی میگه برگشت کنید برگشت کنید از راه اشتباهتون برگشت کنید توبه کنید برگردید من آغوشم به روی شما بازه شما فرزندان من هستید من پدر شما هستم اشتباه کردید منحرف شدید انحراف رفتید سرکشی کردید بر ضد من گاهی بلند شدید ولی من شما رو دوست دارم خدای عاشق داره اینو میگه. به فرزندان گمشده داره میگه. یا دا به فرزندانی که خودشون رو به گمشدن زدن. خوب دوباره به همون مرقس باب یک آیه پانزده. چقدر زیبا داره صحبت میکنه. باب یک آیه پانزده میگه. وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید با به دو آیه هیفته همین مرقس چی میگه؟ میگه عیسی چون این را شنید به دیشان گفت تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم حقیقتا اینطوریه خداوند آمده دنبال کسی که احتیاج داره مریضه گم شده است اتفاقا امروز داشتم با عزیزی صحبت میکردم به صورت آنلاین گفتم شاید به این سبک بگیم اگر خدایی که ما میشناسیم اگر کودکی فرزندش اشتباهی کرد غالی رو مرکبی ریخ سرش خرابش کرد خدای ما به عنوان پدر آسمانی بازم آغوشش بازه هرچند شاید معاخذه کنه ولی در مذاهب اینطوری نیست مذاهب میگن اگر یه نفر گناهی کرد از این بچه مرکب و ریخ رو فرش از طبقه سوم پرتش کن پایین واسه بمیره اگه یه نفر اشتباه کرد تا اینجا تو خاک بکن سنگسارش کن یا اگه سنگسار دستت نرسید بنداز تو گونی از بالا تپه بندازش پایین حقیقتا اون خداست داره این حرفو میزنه من که همچین خدایی نمیشناسم اگر هر خدایی داره اینجور روایت برای فرزندانش میگه اون که خدا نیست که هیچی مشکلات منتالی هم داره بریم آیه دیگر رو بخونیم اعمال رسولان باب دو آیه سی هشت اعمال رسولان باب دو آیه سی هشت هللویه باب دو سی هشت امروز شاید کم آیه بیشتر بخونم ولی حتما مهمه پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم ایسای مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت میریم جلوتر از روح خدا بیشتر صحبت میکنیم پتروس میگه عطای روح القدس خواهید یافت این چی میگه عزیزان کلیسای بدون روح فایده نداره کلیسا باید سکاندار اون کلیسا روح خداوند باشه روح خداوند عملی باشه روح خداوند جاری باشه روح خداوند در حرکت باشه در اون, در اون کلیسا اگر ده نفرن اگر صد نفرن اگر هزار نفرن اگر ده هزار نفرن اگر روح خدا اونجا نباشه ما فقط یه انجیو میشیم یه انجیو آدم های خوب که میخوایم یه سری کارهای خوب بکنیم هی به همدیگه هم بگیم صبح تا غروب همدیگه رو ببینیم بگیم هللویا اون بگه هللویا اون که بگه هللویا هیچی تغییر نمیکنه تا این کلام عملی نشه تو زندگی ما اصلا عیسی آمد بگه کلامو عملی کنین تو زندگیتون کلام فقط ما رو تو این کتاب نیست یا یاد گرفتن و جای دیگه آیات خوندن و ارزندام کردن نیست این باید پرکتیکال بشه این, این کلیسا این تعلیمو داره که میخواد کلام خدا تو زندگی عملی بشه کمک بکنه خدا رو شکر برای کلام زندگی خداوند که همیشه کمک میکنه که ما تو زندگیمون چجوری رفتار کنیم چجوری عمل کنیم اون قدرت رو به ما میده که بتونیم بتونیم بشنویم و بتونیم عمل کنیم پس معمولیتی که عیسی مسیح داشت این بود که گوسفندای گم شده قوم خداوند رو پیدا کنه و به اونها بگه من اومدم تا با خون خودم فدیه اشتباهات شما بشم فدیه گناهان شما بشم تو اشتباه کردی مزد گناه مرگه ولی اجازه بده من به جای تو برم روی سلیب تا تو نری واو واو فوق است و هر کس که اجازه بده عیسی مسیح فدیه گناهانش بشه و توبه کنه و توسط فیض خداوند نجات پیدا بکنه از مردگی به زندگی به حیات میاد چون خداوند حیاته چون خداوند حیاته خداوند نجاته خداوند نوره خداوند حیات ماست بریم آیه رو بخونیم ببینیم آیه چی میگه به ما آیه فوقلاده در یوحنا یوحنا باب یازده آیه 25 و 26 یوحنا 11:25-26 خدا رو شکر خدا رو شکر برای روح حیات بخش خداوند ۲۵ 26 عیسی به دو گفت خوب گوش کنید من قیام و حیات هستم من قیام و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد قوم اشتباه کرد چپکی رفتن ولی راه برگشت همیشه هست خداوند دوست نداره حتی یه نفر از آدما هلاک بشن یک نفر حتی یک نفر هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد او او هللویه تا به ابد نخواهد مرد بعد یه سوالی میگه میگه آیا اینو باور داریم آیا اینو باور داریم و حال اینکه بسیاری از انسان‌های دنیا در وادی مرگ دارن حرکت میکنن ولی شاید بعضی‌هاشون رو ندونن اون کسایی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند در حیات زندگی نمیکنند و هر جایی که حیات نباشه مرگه هر جایی که حیات نباشه مرگه بسیاری از مردم دنیا توی وادی مرگ دارن قدم میزنن به یک نحوی توی گورستانی که انسانها به ظاهر زنده هستند دارن تو اون گورستان مرگ گشت و گذار میکنن یعنی در بی ایمانی بی خدایی و شاید هم در بتپرستی از اینجا کم کم داریم به قسمت مهیج موعظه نزدیک میشیم بعضی ها فکر میکنن زنده هستن ولی نه تو گورستان دارن قدم میزنن برای اینکه خدایان ساخته به دست خودشون رو دارن عبادت میکنن تفکرات یا یا مذهبی که به دست خودشون ساخته رو دارن پیروی میکنن اینا در حقیقت مرده هستند ولی خداوند از همون قدیم الایام دنبال گم شده بود و بارها و بارها این رو گفته و توسط انبیا پیشگویی کرده امروز مبحث ما روی حزقیال خیلی میچرخه بریم دوباره حزقیال حزقیال باب سی و شش رو بخونیم فوقلاده است حزقیال با 36 تا 6 سم 6 پیدا کنم آیه 24 و 27 آیه 24 تا 27 و شما را از میان امت ها میگیرم و از جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم پاشید و تاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بوتهای شما تاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور می و دل گوشتی به شما و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایز خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید او هللویه خداوند اجابه وعده ای داده به ما باب سی شش آیه بیست تا بیست چه وعده بزرگی داد میدونید تمام وعده خداوند آمینه خدا رو شکر برای کلام زنده خدا و حال میبینیم که در همون هزقیال باب سی هفت به چه زیبایی خداوند اون چیزی که میخواد بگه اون چیزی که میخواد انجام بده اون مسیر رو چجوری باز میکنه و چه رویایی به هزقیال میده در حقیقت اون داره با هزقیال صحبت نمیکنه داره با همه ما صحبت میکنه فوقلاده است چارده تا آیه میخوام براتون بخونم از باب سی هفت باب سی هفت آیه یک تا چهارده خواهش میکنم به تک تک لغاتشون فکوس کامل بکنید چون از تک تک کلامش میشه یه موعظه کرد او oh, هللویه میدونید اسم این فصل چیه خداوند داره صحبت میکنه در کتاب مقدس اسمش است وادی استخوانهای خشک یک گورستانیه که پر از استخوانهای خشکه جسدم نه استخوانهای خشک دست خداوند بر من فرود آمد مرا در روح خداوند مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از استخوان ها پر بود در یک دشتی برد خداوند حزقیال در در روح که پر استخون بود و مرا به طرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بینهایت زیاد و بسیار خشک بودند حزقیال میگه خداوند من, من را یه جا برد تو یک همواری پر استخونها و پر های خشک شکر خداوند و خداوند ببین چی گفت به حزقیال همون چیزی که الان به من شما هم میگه و او مرا گفت او مرا گفت ای پسر انسان آیا میشود این استخوان ها زنده گردند؟ گاهی آدم یه جایی میری میگه واقعا این اصلاح پذیر هست واقعا زنده میشه مرا گفت ای پسر انسان آیا میشود که این استخوان ها زنده گردد گفتم ای خداوند یهوه تو میدانی تو میدانی من نمیدونم پس مرا فرمود پس تو را فرمود پس مرا فرمود چی فرمود بر این استخوان ها نبوت نموده به اینها بگو ای استخوان های خشک کلام خداوند را بشنوید میتونید تو این دنیا چقدر استخوان خشک است که باید یه نفر بهشون بگه کلام خداوند را بشنوید خداوند یهوه به این استخوان ها چنین میگوید اینک من روح به شما در می‌آورم تا زنده شوید و پیها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید پس خواهید دانست که من یهوه هستم من یهوه هستم بعد حزقیال میگه و چون نبوت نمودم همون چیزی که خداوند گفت من گفتم آوازی مسموع گردید یه صدایی شنیدم و اینک تزلزلی واقع شد یه لرزشهایی افتاد و استخانها به یکدیگر یعنی هر استخوانی به استخوانش نزدیک شد و نگریستم و اینک پیها و گوشت بر آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید اما در آنها روح نبود <applause> اما در آنها روح نبود چه خیلی آدم ها زنده باشن ولی در آنها روح نیست روح حیات میاره در آنها روح نبود پس او مرا گفت به روح نبوت نما ای پسر انسان به روح نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین میفی فرماید که ای روح از بادهای اربعه بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند اون روحی که زنده میکنه اون روحی که زنده میکنه در روح خدا حیات است پس چنان که مرا فرموده بود نبوت کردم پس چنان که شما رو میگه شما هم نبوت کنید کلام بگید کلام خدا حیاته کلام خدا روحه کلام خدا زنده میکنه شاید یه جایی باشید تو همکاراتون بابا اینا همه که بی خدا من چی بگم آخه به اینا اگه بگم تازه من مسیح هم من شاید یه طور دیگه به من نگاه کنن بگو بگو انجام دادنش با تو نیست خدا من فقط گفته بگو من انجام میدم من انجام میدم خدا رو شکر پس چنان که مرا نبوت فرموده بود نبوت نمودم و روح بر آنها داخل شد و آنها زنده گشته بر پایهای خود لشکری بی نهایت عظیم ایستادند او و او مرا گفت ای پسر انسان این استخوان ها تمامی خاندان اسرائیل می باشند تمام خاندان اسرائیل که مردن در این دنیا مردن استخونهاشون پوسیده خشک شدن شاید بزاری زنده باشن خداوند گفت میبینی اینا قوم من هستن که مرده بودن من به تو میگم بگو بگو عزیزان من و شما هستیم که کلام خدا رو میگیم و توسط گفتن کلام خداوند عملی میشه بعضی میگن نگو خدا خودش انجام میده خداوند میگه بگو 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 من شما باید بگیم خداوند یه کلیسای زبون بسته نمیخواد نگیم آقا خیلی نگیم مرا گفت ای پسر انسان این استخوان ها تمامی خاندان اسرائیل می باشد اینک ایشان میگویند استخوانهای ما خشک شده و امید ما ضایع گردیده و خودمان منقطع گشته ایم لحاظا نبوت کرده بر ایشان بگو خداوند یهوه چنین میگوید اینک من قبرهای شما را میگشایم و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده بر زمین اسرائیل خواهم آورد و ای قوم من چون قبرهای شما را بکشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم من یهوه هستم و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را در زمین خودتان مقیم خواهم ساخت پس خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و به عمل آوردم قول خداوند این است قول خداوند این است خوب گوش در آخر میگه همه خواهند دانست که من تکلم کردم ولی داره به حزقیال میگه تو بگو کلام خدا رو از دهانمون بیاریم بیرون کلام خدا فقط تو دهن ما نبون نمونه اعلام کنیم اعلام کن تا اعلام نکنیم هیچی نمیشه باید اعلام کنیم خدا شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ما هم هم ماست شاید عزیزان من شما داریم در جایی که زندگی میکنیم پر از استخوانای خشک باشه و شاید خداوند این وظیفه رو به من و شما داده که کلام زنده و روح بخش اونو در وادی استخوانهای خشک که مردهند بگیم ما وادی استخوانهای خشک واشنگتن ایریه. استیت واشنگتن. وادی استخانهای خشک. میدونین چرا؟ برای اینکه جزو سه استیت بی خدای آمریکاست. وادی استخانهای خشک. این کلیسا تو وادی استخانهای خشک داره میگه. <applause> بگید هر جا میتونید بگید کلام خداوندو خدا رو شکر و از طریق این دوربینا و نقاط دنیا بشنوید کلام حیات بخش خداوند رو بگه بشنوید کلام حیات بخش خداوند رو بشنوید چون حیات محدود نیست به اینجا کلام خدا محدود نیست نامحدوده مثل خود خداوند نامحدوده خدا رو شکر ببریم به سرزمین ایران ببریم به سرزمین افغانستان، تاجیکستان یا هر جایی که به صورت ترانسلیت میتونن که گوشش بکنن. بگیم کلام خداوند شاید پیش خودمون بگیم آیا واقعا این استخون جون میگیرن؟ آیا واقعا این استخون جون خواهند گرفت؟ ولی این رو بدونیم. اگر خداوند به منو تو گفته بگو، پس بگو بگو نه بگو عزیزان کار من و شما گفتنه گفتن خبر خوشه گفتن کلام خداست که اون میتونه مرده ها رو زنده کنه و زنده ها رو برکت بده کلامو بگیم نبوت کنیم بذار این استخونهای خشک پی و گوشت بگیرن به خودشون و از همه مهمتر روح قدوس و خداوند رو دعوت بکنیم مثل بادهای عربه مثل بادهای عربه که از چهار طرف بیان و برای اینا داخل بشن کسایی که زندگیشون روح نداره کسایی که احتیاج دارن به یک کلام کلام خداوند میگه اگه ما نگیم پس چطوری بشنوند باید ما بگیم خدا رو شکر عزیزان بگیم تا این استخونهای خشک پی و گوشت بگیرن و روح خداوند بهشون داخل بشه و بلند بشن لشکری بشن برای ایران لشکری بشن برای فارسی زبانها باید بلندشن اگه نگیم اونا بلند نمیشن و لشکری هم در کار نخواهد بود خدا رو شکر این وادی و استخانهای خشک بشن به لشکر خداوند بذار ایران و ایرانی بدونن که همه برادر و خواهرن الان عزیزان تو ایران وادی و استخانهای خشکه مردم دارن از کرونا میبینن یه سری تقلب میکنن سرنگو میگن آب میریزن توی توی واکسن میدن مردم مردم بزنن این از وادی استخوانای خشکم خشک خشک داره ببین چقدر سخت شده دل مردم من تو باید بگیم تا دل اونا نرم بشه روی خدا در اونا بیاد خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر فقط کلام خدا زنده است فقط کلام خدا روح داره و میتونه کسایی که مردن از قبر بیاره بیرون میدونید خیلی از آدمای دنیا تو قبر خوابیدن قبرهای گوناگون قبرهای گناه به اسم گناه قبرهای به اسم دروغ قبرهای به اسم زنا قبرهای به اسم مذهب دروغین قبرهای زیادی تو دنیا هست و من شما باید بگیم تا از اون مرده از اون بیاد بیرون خدا رو شکر خدا رو شکر موقعی که ما بگیم و اون روح خداوند عمل کنه میتونن اونا هم در موقعیتی قرار بگیرن در موقعیت شفا قرار بگیرن در موقعیت پیروزی قرار بگیرن در موقعیت آزادی قرار بگیرن در موقعیت ثروت قرار بگیرن ثروت زمین و آسمان شادمانی پیروزی بگیم حقیقت و قدرت و کلامو بگیم عزیزان قد... کلام قدرت داره میتونه مرده رو زنده کنه آقا من دارم نمیگم کلام خداوند داره میگه میگه اگه کسی مرده باشه زنده میشه یا خداوند داره راست میگه یا داره راست راست نمیگه اگه راست نمیگه اصلا چرا دنبالش میکنیم ولی اگه داره راست میگه باور داریم که حقیقته پس ما اعلام کنیم پس مرده ها زنده بشن کسی که کسی که عزیزان توی واکسن هموطنانش آب میریزه رقیقش میکنه تقلبی میاره یعنی به نظر شما این زنده است اون مرده است در اون قبر تقلب بگیم واسه بشنوه بلند بشه اونم خدا نمیخواد یه نفر به حلاکت برسن و اون کار من شماست که بگیم بگیم تا دره استخوانهای خشک آباد بشه شاید خیلی از روابط ها مرده شاید خیلی از درامت ها و کسب و کارها مرده شاید خیلی از رفاقت ها مرده در اون وادی استخوان های خشک بگیم تا خلقتی جدید بشه بله خدای ما عزیزان یهوه است خدای ما یهوه است که دوباره می سرشته دوباره بنا میکنه اون کسایی که گم شدن اون کسایی که در وادی مرگن اون کسایی که در هلاکت هستن هستن اون کسایی که استخوناشون مرده حیات ندارن اون حیات میدمه چون خود حیاته خداوند خود حیاته هر جا روح خداست آنجا آزادی است شادمان نیست پیروزی است هر جا روح خداست هر جا روح خداست و زمانی که هرکس قلبش رو به مسیح میده گناه بدکاریش داده میشه و روح خدا برش ساکن میشه هر جا روح خداست آنجا آزادی است پس من آزادم هر جا روح خداست آنجا شادمانی است پس من شادمانم من پیروزم من پیروزم عزیز اعلام کنید به خودتون اعلام کنید کلام اعلام کنید نه نه این چند سال پیش خیلی کنفرانس های انگیزشی چون اون بشکن میزد تو بیروزی تو فلان هیچ منبعی نداره اون پشتش پشتش پشت حرفاش خالی هیچی ولی پشت حرفایی که ما میزنیم کلام زنده خود خداست که عمل میکنه اون کنفرانس ها بشکن میزدن دکتر فلان دکتر بیزن اینطوری بشکن میزد پول نگرفت من یادمه دیگه انگیزه شو بگن به خودت ایمان داشته باش انگیزه شادی شادی صبح بلند شو من علیکی بگو من شادم علی که بود تو خیابون حرف نیست که شادی از اینه خدا شکر خدا شکر برای کلام زنده خداوند که شادی ما از اونه قوت ما از اونه پس این رو بدون که من و تو داریم یه چیز معمولی رو اعلام نمی کنیم. همینطوری حرف نمی زنیم ما داریم کلام زنده خدا رو اعلام می کنیم کلام زنده خدا رو اعلام می کنیم پیروزی رو اعلام میکنیم شادمانی رو اعلام میکنیم این خیلی فرق داره تا همین یه حرف زدن حرفی که ما میزنیم پشتش قدرته پشتش قدرته اون افسری که وامیسته دستشو بلند میکنه تریلی وامیسته یه افسر مثلا 50 گلو وز داره دستشو بلند میکنه ایست چرا؟ بر چون این یونیفرم اون نظام رو پوشیده و اون نظام پشتشه پشتشه اون نظام پشتشه قدرت اون حکومت پشت این یونیفرمه عزیزم میدونید من و شما یونیفرم خداوند رو پوشیدیم یونیفرمی که خداوند داده ببوشیم میدونید من و شما سربازان خداوندیم ما سربازان خدا کار زیاد کار آرگر کم ما سربازانیم سرباز زبان بسته فایده خدا رو شکر پس اعلام کنیم چون در کلام اون قدرته در کلام اون قدرته که فقط از زبان ما اعلام میشه ما باید در زندگی خودمون اونو ساری و جاری کنیم و در زندگی دیگرانمون اون کار رو انجام بدیم اعلام کنیم این خواست خداونده خداوند میگه اعلام کن من شما نمیگیم درست همونطوری که حزقیال گفت تو هم بگو منم بگم با هم بگیم خداوند به من و شما گفته بگید اتفاقا این گفتن رو از همون خلقت انسان خداوند گفت به ما شاید خوب متوجه نشدیم ما خداوند موقعی که خلقت میکنه به انسان میگه تو سر موجودات اسم بذار بارها گفتم بازم میگم این اسم گذاری اینطور نبود که این مثلا درخت اون یکی مثلا گوسفند اینطوری نبود این در زبان اصلی هیته عمل کردیشو میگه مشخص کن هیته عمل کردیشو مشخص کن یعنی ما همکارانیم الانم میگه تو بگو کلام منو بگو بگو خدا رو شکر پس در پایان دوار اعلام میکنم به شما که من شما وظیفه داریم کلام قدرتمند خداوند رو بگیم تا اون به جریان بیفته من شما باید اعلام کنیم آمین آمین لحظاتی سرمون خم میکنیم و دعا میکنیم مرسی خداوند مرسی خدای زنده مرسی خدای زنده که تو زنده هستی تو زندگی ما کار میکنی مرسی خداوند که تو ما رو همکاران خودت دونستی و به ما این محبت رو داری و این اجازه رو دادی که کلام تو از زبان ما بیرون بیادی خداوند به ما اعتماد کردی مرسی خدای زنده که هستی و برکت میدی به زندگی ما چون هر اجازه ای که به ما میدی که کلام تو رو از این زندگی و جسم و جان و دهان ما اعلام بکنیم اول برکتش گیر خودمون میاد و بعد کلام حیات بخش تو رو پخش بکنیم پس خداوند دهان ما رو تو مس کن دهان ما رو تو مز کن که گوینده کلام تو باشیم به با امانت داری کامل به قدرت نام عیسی دعا کردم که بالاترین نامه آمین خدا به همه شما برکت باشیم.